خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز 25 اسفند، همیهنان گرامی، و 29 اسفند مصادف است با سالروز ملی شدن صنعت نفت. میدونید که همه شما همیهنان گرامی مبتکر اصلی ملی شدن صنعت نفت شادروان شهید دکتر حسین فاطمی بود و این مسئله بود که شادروان دکتر محمد مصدق بارها در خاطرات خودش، در گفتارهای خودش به این موضوع اشاره کرد. جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن تا به حال اصولا سر عناد و دشمنی با میلیون ایران داشته، همونطوری که خیلی دیگران هم هستن، سابقه دارن، چه از جناهای چپ، چه از جناهای راست و چه آخوندها و روزخانها. اونها روز ملی شدن صنعت نفت رو از تاریخ مملکت ما، میهن ما، سعی کردن پاک بکنن و از تقویم اون رو خارج کردن. روز ملی شدن صنعت نفت در تقویم ایران بهش اشاره نشده و یا اگر شده، تعطیلی اون روز که یکی از بزرگترین حوادث میهن ما بود بعد از جریان انقلاب مشروطیت ایران حذف کردن. و بارها میدونید که شخص خمینی و اعوان و انصارش و رئیس روزخانهای فعلی، یعنی نایب برحق خمینی، دشمنی آشکار با محمد مصدق، با طرفداران مصدق و با کسانی که به راه او اعتقاد داشتن نشون داده. حالا روز ملی شدن صنعت نفت رو چون من برنامه ندارم، به همه شما همیهنان گرامی تبریک میگم و امید اون روزی رو دارم، همیهنان گرامی، که در میهن بلازده ما آزادی به معنی واقعی وجود داشته باشه و مردم میهن ما خود حاکم باشن بر سرنوشتشون و اراذل و اوباشی که به اسم دین و تحت لوای دین فعلا حاکم هستن بر ملت مظلوم ما، دیگه این کلمه رو نمیخوام بگم، نه در زبال دیان تاریخ بلکه در کثیف‌ترین جاهای ممکن قرار بگیره. و این آرزوی دوری نیست همیهنان گرامی. میپردازیم به دنباله برنامه. آقای احمدی نژاد رفت در مجلس شورای اسلامی و به قول خودشون به نزد نمایندگان ملت سخنرانی کرد، چون احضارش کرده بودن، سخنرانی کرد و در سخنرانیش کلماتی رو به کار برد که نمایندگان طبیله مجلس شورای اسلامی گفتن توهین به ملت بود. و فرهنگی که آقای احمدی نژاد، ادبیاتی که آقای احمدی نژاد در این سخنرانی به کار برد، در شأن رئیس جمهور، ملت ایران و مجلس شورای اسلامی نبود. اما همیهنان گرامی، اول بیایم ببینیم احمدی نژاد کیه؟ جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ و شأن مجلس چیه؟ چرا اسم مردم ایران رو قاطی میکنید؟ مردمی که نه برای اون طویله مجلس رأیشون به حساب آمد و نه به این مردک دلغک احمدی نژاد رأی دادن. اینها همه برگزیدگان روزخان بزرگ علی خامنه ای هستن. از یه عده اوباش چه ادبیاتی شما انتظار دارید؟ مثلا نوشته های گوته یا شیلر یا نمیدونم ویکتور هوگو رو میخوان شما ازش استفاده کنن اینا؟
یا مولر، مول میگم مولر، مولیر، اینا همین اراذل اوباشی هستن که ادبیاتشون در همین حده. آب بریزید اونجا که میسوزه، نمیدونم بیایم آقایون با هم دیگه ایام عیدی صفا کنیم، آقای رئیس جمهور گفته تو مجلس صفا کنیم آقا، بعدم مسخره کرده اینا رو، چون احمدی نژاد میدونه اونا کیان و اونا میدونن احمدی نژاد کیه، همشون میدونن که اگه اون مرده که روزخانه بزرگون بالا نبود، هیچ کدوم اینا نه در مجلس بودن، نه در سپاه بودن، نه در ریاست جمهوری بودن و یا طبیله های دیگری، جاهای دیگری. احمدی نژاد از اون ادبیاتی استفاده کرد که در شأن و چارچوب فکریشه. یک عده دروغگو، لافزن و اراذل اوباش. چرا موقعی که آقای احمدی نژاد گفت آب بریزین که اونجا میسوزه، اونجا که میسوزه آب بریزین، آقایون نگفتن توهین به ملت ایران بود؟ چرا زمانی که این مردک دلغک اومد گفت یه عده خار و خاشاک، بز و بزغاله، نگفتی توهین به ملت بود؟ حالا که اومده اونجا گفته آقا بیاین صفا کنیم و با همدیگه باشیم و نمیدونم اون آقایونی که این حرفا رو میزنن فلان اینا شد توهین به ملت. براتون میخونم همینان گرامی یه مقدار کمی از اون اراجیف آقای احمدی نژاد رو و ببینید که ایشون چی گفته. روزنامه تهران امروز، در امروز روز پنجشنبه، تیتر شماره امروز پنجشنبه رو به اعتراض ها به پاسخ های احمدی نژاد اختصاص داده و نوشته روز چهارشنبه اگرچه محمود احمدی نژاد در مجلس حاضر شد تا به سوالات رسمی نمایندگان پاسخ بدهد، اما آمیخته شدن پاسخهای احمدی نژاد به برخی شوخیها و اتهامات متعددی که به نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس وارد کرد و همچنین آمارهای اغراق آمیزی که درباره کمک دولت به حمل و نقل عمومی و مترو تهران ارائه داد، باعث بروز اعتراضات شدید در مجلس شد. این روزنامه تاکید کرده که نمایندگان معتقد بودند که احمدی نژاد در یک جلسه رسمی و جدی همه چیز را به شوخی گرفته و سعی کرده با بزرگ نمایی و تفره رفتن از پاسخ سؤال را از حالت رسمی خارج کند و در مقابل نمایندگان مجلس توضیحات وی را قانع کننده ندانستند. عماد حسینی نماینده مجلس هشتم و از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد طی یادداشتی به عنوان پرسش‌هایی که بی پاسخ ماند در روزنامه تهران امروز نوشته که طرح سوال از نظر آیین‌نامه اجرا شد، اما پرسش‌های نمایندگان همچنان بی پاسخ باقی مانده است. روزنامه کیهان که وابسته به علی خامنه‌ای، همه میدونید این روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنین واکنش دیوان محاسبات به سخنان احمدی نژاد را منتشر کرده و نوشته است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به اظهارات احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس و بررسی سوال از رئیس جمهور واکنش نشان داده و اعلام کرده که موضوع اختلاف حساب 1 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه برخلاف اظهارات احمدی نژاد نه از سوی رئیس و مقام‌های فعلی دیوان محاسبات بلکه مربوط به تفریق بودجه سال 1385 است که آقای رحیمی معاون فعلی آقای احمدی نژاد در رأس آن قرار داشته. روزنامه همشهری نیز از تکذیب بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مجلس خبر داده و نوشته که جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری تهران اعلام کرده که برخلاف اظهارات روز چهارشنبه رئیس دولت، کمک دولت به مترو نصف دولت‌های قبل بوده، نه 8 برابر.
روزنامه همشهری همچنین از قول علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم نوشته است که محمود احمدی نژاد در روز چهارشنبه از مجلس نمره 0 گرفت. اما همیهنان گرامی، این قسمت رو دلم میخواد برای شما از گفته های آقای احمدی نژاد بگم. نوشته با وجود تلاش حامیان دولت برای لغو جلسه سؤال نمایندگان از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به مجلس احضار شد، اما وی در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسش‌های آنان را بعضاً با تمسخر جواب داد. رئیس جمهوری اسلامی در این جلسه در پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات مترو، اینجا رو گوش کنید همیهنان گرامی، پرداخت نشده، گفت که با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده موجودی حساب ذخیره ارزی 0 است. گوش کنید همیهنان گرامی، آقای احمدی نژاد میگه آمارهای بانک مرکزی نشون میده که ما موجودی حسابمون در حساب ذخیره ارزی 0. بنابراین این نمایندگان محترم به من بگن من پول کمک به مترو رو از کجا باید تامین کنم. گوش کردید همیهنان گرامی، این دیگه رسما هم بانک مرکزی و بانک ملی گفتن، هم رئیس دولت در طویله مجلس در حضور نمایندگان قلابی گفته حساب ذخیره ارزی ما 0 و شما بگید من از کجا باید کمک کنم به مترو. وی همچنین افسوده که به اعتراف دوست و دشمن ما در بس هدفمند کردن یاری ها عالی عمل کرده. محمود احمدی نژاد همچنین گفت دولت برای تخصیص بودجه فرهنگی به دستگاه‌ها پولی در اختیار ندارد و افسود که اگر پول داشتیم می‌پرداختیم و همچنین این گونه اظهار نظر کرد که افزایش قیمت‌ها ارتباطی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. همیهنان گرامی، آقای رئیس جمهور محترم، نماینده شورای نگهبان و رئیس روزخانه‌ها علناً گفت 1200 میلیارد دلار که از ابتدای دولت ایشون نصیب جمهوری اسلامی شده همه رفته، پولی نیست در ذخیره ارزی و میگه من از کجا پول بدم. برای این همیهنان گرامی، یه عده گله کردن که ما اختلافمون با آقای احمدی نژاد سر جاش، اینا تابناک نوشته ولی آقای علی لاریجانی ایشون به عنوان رئیس مجلس چرا اجازه داد احمدی نژاد هرچی دلش میخواد به مجلس بگه؟ اما همین نمایندگان محترم نامحترم اون طویله مجلس به این موضوع اشاره نکردن که احمدی نژاد یک بار گفت 700 هکتار یا 70، نمیدونم، شک دارم، یا 70 یا 700، چون اینا اینقدر دروغ گفتن که شما هر روز باید یه پرونده اینقدی بگیری زیر بغلت بیای بهش استناد کنی. گفت 700 یا حالا ما میگیم 70 هکتار زمینو آقایان برادران لاریجانی از رئیس طویله مجلس بگیرین، آقایی که در رأس قوه قضاییه هست، نماینده قوه قضاییه در کمیسیون حقوق بشر، اینا واشتن بین خودشون تقسیم کردن. بنابراین رئیس مجلس که خودش دوزه، رئیس قوه قضاییه که خودش دوزه، کسی که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه از خودش دزده و برادر دیگرشون که رئیس یک دانشگاه است دزده، شما میخوان جلو رئیس دزده دولت رو بگیرن؟ چون اون میدونین احمدی نژاد آدم بیچاک دهنیه، به اینام گفته نذاری من دهنم باز شه، خیلی حرفا دارم. ما گیر باندهای قاچاقچی افتادیم همیهنان گرام. گفت احمدی نژاد، گفت برادران قاچاقچی سپاه پاسداران، ده ها صد ها بندر و گمرکات درست کردن تو مملکت، زیر نظر ما هم نیست، ما نمیدونیم چی میره بیرون و چی میاد تو. بنابراین اینا باید این گمرکات رو تحویل ما بدن، این بنادر رو تحویل ما بدن تا ما از اینا مالیات و گمرک بگیریم.
این باندهای قاچاقچی، این باندهای مافیایی از هم فقط سند جمع میکنن. سابق در آمریکا باندهای مافیایی ایتالیایی هم دیگر حسم میکردن، میکشتن، دائم کشتار تو شیکاگو. در ایران هم کشتاره هم سند جمع کردن برای اینکه بزنن توی دستگاه هم دیگه. حالا خیلی جالبه همیهنانی گرامی، دوباره سایت تابناک یک گزارش رو منتشر کرد بعد از حدود 2 ساعت بلافاصله از خروجیش خارج شد، چون روزنامه رو توقیف کردن، این سایت رو توقیف کردن. چی نوشته بود؟ اینو شنیدید؟ من تکرار میکنم. به گزارش سایت تابناک، سرانجام بعد از گذشت 3 سال جزئیات یکی از زیانبارترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد. 3 سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد، اینا رو گوش کنید همیهنانی گرامی، درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور قرار می‌دهد تا به عنوان پشتوانه LC‌های خرید کالای چینی برای ایران استفاده شود. اینا رو دارین همیهنانی گرامی. طبق این مثلا خود این تابناک نوشته، نوشته ای کاش اینا رفته بودن طلا خریده بودن، قیمت 25 میلیارد شده بود 50 میلیارد. اما چون مفصله دارم براتون خلاصه میگم، اینا رفتن با چین یه قراردادی بستن، طبق این قرارداد این پول در اختیار چینه. چین در این قرارداد ذکر کرده که اگر در اثر نوسانات ارزی در دنیا رفتن و بالا اومدن دلار یا پول یوان، پول چین یا ارزهای دیگه، پول بالا پایین بره، دولت چین مسئولیت نداره و دولت ایران باید خسارات رو بپذیره. پول پیش دولت چینه ولی مسئولیتش گردن دولت ایرانه. و گفته به دلیل شرایط حاکم بر جهان اگر چنانچه بیمه ها چندین برابر شد و ناگهان این وسط پولی که ایران در اختیار ما گذاشته به عللی بسیار افت کرد، مسئولیتش با ما نیست. این خفتبارترین قراردادی است که یک کشور 25 میلیارد دلار با یک کشور بسته. بابا رحمت به دوران فتلیشا، رحمت به دوران خفتبار قاجاریه. در قرن 21 با یه ملت صاحب تمدن و فرهنگ ببینید چه رفتاری میکنن یک عده عقب افتاده، یه دزد قاچاقچی و روزخان. بله، بعدم سفیر ایران در لبنان گفت اگه اسرائیل زیاد حرف بزنه 11,000 موشک آماده شلیک. تهدید مرتب، مرتب تهدید. حالا این تهدیدا آخه به چه درد میخوره؟ شما با این تهدیدا میخوان چی رو ثابت کنید؟ اگر برنامه جنگ باشه که من امیدوارم نباشه، شما در برابر پیشرفت‌های تکنولوژیکی وسایل جنگی هیچید، هیچید. اینا نمیدونم چرا با سرنوشت ملت ما دارن اینجوری بازی میکنن. بله، بعدم احمدی نژاد گفته آقا بذارید تا آخر دوره من، همین یه مدتی که مدید یه سال خورده، من ریشه بیکاری رو میکنم. خب وقت که کسی میاد اینجوری دروغ میگه که خود این نمایندگان طبیله مجلس بهش میخندن، میگن آقای مدک دیوونه است. خب شما میخواین تو این این اولدورم بولدورم که میکنن راجب اسرائیل یا منافع آمریکا رو به خطر می، همه رو به آتش میکشه، اینا حقیقت توش باشه؟ لاتا رو دیدی؟ شب عرق که میخورن چاقواره میذارن رومیز، شروع میکنن اراتیز کردن، جیگرتو در میارم، شکمتو میکشم بیرون، شکمتو سفره میکنن. اینا این ادبیات و این فرهنگ رو آوردن توی یه مملکت پیاده کردن. یه مش عرازل و باش
آمریکا بیا جلو، لجنجهاتو ور میداریم به نام خودمون میکنیم. اینا میگن دیدین که هر کشتی آمریکایی که تو خلیج فارس جنگ بشه گیر ما بیفته ما ور میداریم، یا اسرائیل داغونت میکنیم. این شده فرهنگ حاکم بر مملکت ما. گفتگو میکنم عمیانان گرامی با حسن زارزاده اردشیر، دانشجوی ایرانی که سابقه شو همه داری، تصویرشو میبینید عمیانان گرامی، کسی که در ایران مبارزه کرده، بعد به کانادا اومده خوشبختانه و در اینجا مرتبا در جریان فعالیت‌های سیاسی هست. آقای اردشیر درود بر شما. آقای اردشیر صدای منو میشنوید؟ درود بر شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان گرامی. پیشاپیش سال نو رو شاد باش میگم و امیدوار هستم که با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه برای از بین بردن فرهنگ ایرانی، سال نو خوبی رو بتونیم با در کنار هم جشن بگیریم. خب آقای اردشیر گرامی، شما یه فیلمی فرستادید که من با سامان خواهش میکنم، مدتش خیلی کمه، این فیلم رو نشون بدن. من میخواستم تفسیر شما رو این فیلم ببینم که چی هست و راجع به این فیلم صحبت بکنیم. اول من یه توضیح بدم آقای فرجی، قبل از اون که شما این فیلم رو پخش بکنید، خیلی کوتاه که یک تظاهراتی بود در تورنتو، در واقع با عنوان این که مخالف جنگ هستند و مخالف تحریم و مجدداً، این مال هفته گذشته. دوباره چند روز پیش برگزار کنندگان این تظاهرات یک تجمع دیگری رو برگزار کردن، ما اونجا رفتیم. در واقع شعارهای مردم ایران و خواستهای مردم ایران رو اونجا مطرح کردیم و این دو تا سازمان کانادایی هست که بیشترشون رو افرادی از خاورمیانه تشکیل میدن یا کشورهای دیگه تشکیل میدن و تعدادی کانادایی هم هست که طرفدار حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی هستن، متأسفانه بخشی از اینها. و با این تظاهرات ضد جنگ کمک میکنن به جمهوری اسلامی که فیلم گویا هست. اجازه بدید فیلم رو ببینیم بعد راجبش صحبت بکنیم. من در خدمت هستم. خواهش میکنم. Afghanistan to Palestine! Occupation is a crime! From Iraq to Palestine! Occupation is a crime! From Iraq to Palestine! Occupation is a crime! Harper, Harper, shame on you! Harper, Harper, shame on you! Netanyahu, shame on you! Netanyahu, shame on you! Netanyahu, you will see! که ماهیتشون بسیار زیر سوال هستش و مبارزینی که ما داریم هرگز چنین تظاهراتی رو قبول ندارن، به صرف اینی که ما جنگ نمی‌خوایم برای ایران، ولی به هیچ وجه صحبت از رعایت حقوق بشر در ایران نکنیم. بدونید نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در 30 سال گذشته در ایران انجام شده و هنوز هم داره انجام میشه. زندانی های سیاسی ما در زندان نمونه های از مقاومت و واقعا اسطوره های مقاومت هستن. هیچ کدوم جنگ نمیخوان، ولی هرگز حاضر نیستن که این تشکیلاتی که امروز اینجا راه افتاده که یک لابی های جمهوری اسلامی
با پرچم جمهوری اسلامی اینجا، چپ های افراطی کانادایی و گروه های فلسطینی از حماس و غیره هستن اینجا. ما میدونیم منافع شما و منافع جمهوری اسلامی پیوند خورده و مسلمن بهره برداری هایی که از این تظاهرات میکنن فقط به خاطر خود جمهوری اسلامی. مرسی. خب آقای اردشیر، بله، نظر شما رو میخواستم راجع به این جریان. خواهش میکنم. بله آقای فرجی، توجه داشته باشید که من با این دو نفر صحبت کرده بودم، البته تعداد دیگری بودن، فقط خواستم دو تا نظر رو هموطنان ببینن که در تظاهرات این خانم زهرا میفرمایند که آمریکا اسرائیل دست به دست هم میدن کشتار و خونریزی در دنیا به وجود بیارن و جمهوری اسرائیل بهترین گزینه است که بتونه مشکلات داخل کشور رو حل کنه. حالا ایشون 10 ساله در کانادا زندگی میکنن و نمیدونم که اگر واقعا جمهوری اسرائیل بهترین گزینه است چرا در اونجا زندگی نمیکنن. ولی به هر حال دوست دیگرمون آقای موری صفی که عضو مرکز بین‌المللی حقوق بشر هست، ایشون توضیح دادن که یک سری حزب اللهی و چپ‌های افراطی اینجا حضور دارن که از حماس و حزب الله دفاع میکنن، از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و ایشون ساین در واقع علامت آزادی برای ایران رو در دست گرفته بود و فقط دو سه نفر ایرانی مثل ایشون بودن که در واقع اومده بودن شعارهای حقوق بشری و آزادی ایران در دست گرفته بودن. یه 7-8 ایرانی دیگری بودن که از این تظاهرات حمایت میکردن، مابقیش هم حزب اللهی‌ها و کسای دیگری که ایشون هم توضیح دادن چه طیفایی بودن. منظور این بود که در واقع ایرانیان در تورنتو خوشبختانه خیلی هوشمندانه با این مسئله برخورد کردن و دیدن که علارغم این که تعداد زیادی در این تظاهرات شرکت کردن ولی اونها شرکت نکردن و تحریم کردن، چون که میدانن که این تظاهرات های ضد جنگ و ضد تحریم رو عوامل جمهوری اسلامی یا لابی های جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی سازمان میدن، بنابراین شرکت نمی کنن. و ما هم اگر آنجا رفتیم به خاطر این بود که صدای واقعی مردم رو اونجا فریاد بزنیم و خوشبختانه شنیده شد و مطرح شد و برخی از در واقع برگزار کنندگان اون تظاهرات ضد جنگ و تحریم رو هم ما به چالش کشیدیم که شما خروجی حرکتتون به نفع جمهوری اسلامیه. و حتی وقتی که یکی دوتا از خانم‌هایی که با ما بودند اونجا شعارهای حقوق بشری در دست گرفتن، این جمعیت اونا حمله کردن و من نمیدونم اینا چطور طرفدار صلح هستن که کتک میزنن خانمی که آرم حقوق بشر دستشونه میدن حمله میکنن. خب این مشخصه که به هر حال، البته من این توجه رو هم بدم که بخوام اگر راجع به گذشته این سازمان ها صحبت کنم و به کجا وابستن از کجا میان بحث طولانی میشه، در این فرصت نمی گنجه. ولی خلاصه کلام اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی این جور حرکت ها رو کمک میکنه، پشتیبانی مالی میکنه که بتونه در خارج کشور از اونها استفاده بکنه. حالا من بحث رو در اینجا تموم میکنم که ما به بحث هفتگیمون در ارتباط با زندانیان سیاسی هم بپردازیم. بله بفرمایید، گوش میکنیم آقای اردشیر. آقای فرجی، در این چند روز گذشته که از داخل زندان تماسایی با دوستان من و بچه های فعال در دفاع از زندانیان سیاسی داشتن، متوجه شدیم که تعدادی از زندانیان سیاسی تلاشای زیادی کردن خانواده هاشون که در ایام نوروزی در کنار خانواده باشن، مرخصی بتونن بگیرن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی، مقامات دادستانی، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی مخالفت کردند و اجازه ندادن که اینها بتونن در ایام نوروزی از مرخصی استفاده بکنن. تا به حال از مرخصی خالد هردانی جلوگیری شده، یعنی با درخواستش مخالفت شد. خالد هردانی با مرخصی دو تا دانشجوی دربند عاطفه نبوی و ضیا نبوی مخالفت شد و درخواستشون رد شد. تعداد دیگری از زندانیان سیاسی دیگر هستند، مثل بهاره هدایت، مهدی گلرو، مجید دوری، عرض میکنم که مجید توکلی، خانواده های آقای مهندس حشمت الله طبرزدی، رضا شریفی بوکانی، جعفر اقدامی، تعداد دیگری هستند که منتظر بودند که بیان اینها به مرخصی، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. متاسفانه صفگیری ها زیاد شده و این در حالی که
در آستانه نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی هم ناراحتی هایی دارن و مریض هستن و به اینها هم متاسفانه توجه نمیشه. البته میدانیم که برخی از زندانیان سیاسی اصلاح طلب هم هستن که وضعیتشون نسبت برای زندانیا بهتره و در زندان هم به هر حال یک سری تبعیض هایی در این زمینه مشاهده میشه که من به این منظور میگم که در واقع سختگیری ها بر زندانیان سیاسی مستقل خیلی خیلی در واقع بیشتر است و الا معتقد هستم که هیچ زندانی نبایستی که در زندان باشه. در هر صورت امیدوار هستم که حداقل بتونن تعدادی از این زندانیان از مرخصی نوروزی بهره مند بشن. همچنین از هموطنان عزیز این توقع رو دارم که در آستانه نوروز با خانواده های زندانیان تماس بگیرن، با خانواده های دانشجویان، با خانواده های روزنامه نگاران زندانی و همطور زنان و بانوانی که در زندان هستن با خانواده اونها، با فرزندانشون تماس بگیرن، دلجویی بکنن، اعلام همبستگی بکنن، باهاشون احوالپرسی بکنن، تبریک عید بگن، اگر مایل هستن کارت پستال بفرستن، کارت پستال های نوروزی بفرستن، کارت تبریک های نوروزی بفرستن، اگر مایل هستن کمک مالی کنن، تواناییش رو دارن کمک مالی بکنن، و اگر به هموطنی به آدرسی تلفنی از زندانی یا خانواده زندانی در واقع احتیاج داره لطفاً با ما تماس بگیره. ما با کمال میل در اختیارش خواهیم گذاشت تا این امکان فراهم بشه و به راحتی بتونن تماس بگیرن. متاسفانه شرایط بگونه ای شده که یعنی سختگیری ها بگونه ای شده که بعضی هموطنان نگران مسائل امنیتی هستند و فکر میکنن که اگر تماس نگیرن یا اقدامی نکنن خیلی بهتره، در حالی که ما در گذشتم دیدیم که این اقدامی نیست که خطری برای کسی داشته باشه، از راه‌های مختلف میشه این کار انجام داد. بنابراین من از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که تلاش بکنن در آستانه نوروز دل این خانواده ها رو که شاد بکنن که به خاطر ما فرزندانشون، همسرانشون، زنانشون، دخترانشون، مادرانشون که اعضای خانواده ما هستن در دفاع از حقوق ما امروز در زندان هستن پشت میله ها و نمیتونن در کنار خانواده هاشون باشن. آقای فرجه بسیار سپاسگزارم. آقای اردشیر گرامی، تا میتونن همیهنان گرامی میتونی به وسیله ایمیلی که سایتی که زیر یا این ایمیلتونه، بله ایمیل مسی که سایتتونه، بله کمیته دفاع .com سایت کمیته دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی است آقای فرجه، که از 14 سال پیش در ارتباط با دفاع زندانیان فعالیت میکنه و اولین نهادیه که در ایران تأسیس شده، همچنان فعال از خوشبختانه و من سخنگوی این نهاد در خارج از کشور هستم بعد از اینکه اینجا آمدم. بنابراین هموطنان میتونن هم برای اطلاع از اخبار و گزارش های زندان به این سایت مراجعه کنن، همین که نحوه تماس با ما در این سایت وجود داره به راحتی میتونن پیدا کنن و ایمیل ما در داخل سایت هست در قسمت درباره ما در سایت کمیته دفاع .com. بسیار سپاسگزارم آقای اردشیر، تو هفته آینده که باز با هم صحبت میکنیم. ممنون از شما. تشکر میکنم آقای فرجی عزیز. خواهش میکنم. خب گفتگوی دیگری دارم همیهنان گرامی با دوست گرامی و قدیمی خودم دکتر مسعود نقره‌کار عزیز. ببینیم که با آقای نقره‌کار صحبتمون به کجا خواهد انجامید. دکتر نقره‌کار گرامی درود بر شما. خب سلام دارم به شما و بینندگان برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، من داشتم این مطالب مربوط به ایران رو، قوه قضاییه رو، نمیدونم این چیزها رو، بعدم اینا رو نگاه میکردم، بعد نوشته های شما رو که در بعضی سایت ها درستی اشاره کردید به جنایات که این روزخان ها و مله ها و آخوند ها و اراذل اوباش فعلا حاکم انجام میدن، از قول یه مقامی که در دادگستری بوده گویا بازرس بوده و اینها رو خوشبختانه با شما تماس گرفته ایشون و خیلی چیزها رو فاش کرده که شما با اون قلم بسیار شیواتون اینها رو میارید توی بعضی از سایت ها و بعضی از روزنامه ها این موضوع رو منعکس میکنید. جز این چیزهایی که آمده بود من یک مطلبی دیدم که شما یک بار اشاره کرده بودید به ده فرمان آیت الله شاهرودی در زمانی که
رئیس قوه قضاییه بود. این جریان ده فرمان چیه آقای دکتر نقره‌کار؟ بله، عرض خدمتتون که همونطور که اشاره کردین، فردی که با من گفتگو میکنه و من گفته های اون رو مکتوب میکنم و چاپ میکنم، خب در موقعیت شغلی مهمی در قوه قضاییه حکومت اسلامی بوده، همینطور روابط بسیار نزدیکی داشته با مسئولین مملکتی. الان ایشون به عنوان پناهنده در خارج از ایران هستند و خاطرات خودشون و مشاهدات خودشون رو با من در میون میذارن و من اینها رو ثبت میکنم و به هر حال به نظرم میرسه که گفتهایشون گفتهای قابل اتکایی باشه و اطلاعاتی هم که ایشون داره واقعیتش این هست که اطلاعات تازه‌ای است، اطلاعات دقیقی است و خب شاید یکی از مهمترین وجوه صحبت ایشون این هست که یه دریچه ای رو برای ما باز کرده به داخل شکنجهگاه‌ها و زندان‌های حکومت اسلامی که تا به حال خب برای ما گشوده نشده بود و تنها کسانی میتونستن این کار رو بکنن که در زمره خود این افراد میبودن، نه خود زندانیان، که خب ایشون یکی از شاید اولین کسانی که داره صادقانه این کار رو انجام میده. به هر حال در سلسله مطالبی که با ایشون مطرح کردن و میکنن، یکیش همین نکته ایست که شما اشاره کردید. میدونید که واقعا زندانی سیاسی و عقیدتی و همینطور آزار و اذیت این زندانی ها و شکنجه این ها، انواع شکنجه های روانی و جسمانی های در نظر بگیریم و بالاخره کشتار اونا از ویژگی‌های حکومت های توتالیتر و مستبد و دیکتاتور بوده و است. بدترین نوع رفتار و شکنجه را هم حکومت های ایدئولوژیک و دینی داشتن بله. که خب ما خودمون این حکومت جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم و میکنیم. همیشه هم سوال این بوده که چرا این حکومت ها واقعا با دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی خودشون این رفتار واقعا غیر انسانی و شرم‌آور رو دارن، به ویژه در زندان ها و شکنجهگاه ها. در مورد حکومت اسلامی هم که ما بارها شنیده بودیم، چرا یه افکیش هم برامون روشن بود که چرا حکومت این کاره میکنه. یه حکومتی که خودشو حق میدونه، بقیه هم باطل، بقیه رو یا باید ارشاد بکنه یا حذف. این اصل قضیه است. ولی یک سری دستور عملهای اینها برای ارشاد و حذف تو خودشون داشتن که ما به اینها دسترسی نداشتیم. یکی از اینها همین چیزی است که تحت عنوان ده فرمان آیت الله شاهرودی من بهش اشاره میکنم و اینها، و این در واقع یک دستور عمل پایه‌ای برای برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی در حکومت اسلامی است که البته مبناش به قرآن برمیگرده، یعنی به سوره بقره و آیه 23 سوره یونس. ولی علاوه بر اونها از کتب دیگری هم استفاده شده و بالاخره ایشون اینها رو تنظیم کرده تحت عنوان یک رساله‌ای که 10 بند داره و 10 حکم درونه، یعنی احکامی که درون هست. این رساله در واقع که من حالا به بندها اشاره خواهم کرد، خود خمینی هم در یکی از سخنرانی‌هاش که من الان اونم اینجا دارم فی‌الواقع به همین بندها اشاره داره و معلومه که خمینی، شاهرودی، گیلانی، موسوی اردبیلی، اینها همه آدم می‌بینه که توی احکام و گفته‌هاشون این فرامین هست. این فی‌الواقع 10 فرمان میدونید همچون که اشاره کردم مبناش برمیگرده به سوره بقره و سوره یونس، ولی کتاب های مختلفی هم به عنوان مرجع استفاده شده. کتاب الیقین نوشته سید ابن طاووس یا المجروحی مال ابن حبان، یا تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، یا کتابی به نام التنبیه الاشراف، یا از کتابی نام میبرن که در هند انتشار یافته بود، المکافات و جنایات، که بسیار کتاب هولناکی است. اینها مبنای تدوین و تنظیم این ده فرمان بوده. من
این فرمان ها رو دونه دونه میخونم. واقعا اگر رسیدم اون صحبت خمینی هم بهش اشاره میکنم، ولی همینا نشون میده که چه نگاه هولناکی در واقع در این ذهن بیمار هست، برای اینکه با مخالف و دگرندیش رفتاری که میکنه به عنوان حکم چگونه هست و چگونه توضیح میده و توجیه میکنه. من اگر اجازه بدین این بنده رو سریع دونه دونه میخونم، اگر وقت اجازه نداد وقت میتونم بذارم برای دفعه بعد، ولی زیاد بنده ها مفصل نیست. بله بفرمایید. بند یک را فرمان یک این هست: شکنجه باید مؤثر باشد، بیشرمانه و نفرت انگیز. زندانی باید حس کند که در این حال مفهوم مذهب خود شکنجه است، که قربانی با درد و زخم شکنجه به آن معنا بدهد. ببخشید این بند یک و من قبل از که برم بند دو این نکته هم بگم یادم رفت. این سند الان البته به عنوان یه سند مهم در مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که یه دوره تحت اختیار روح الله حسینی ها بود، متا کپی از این در اختیار همین دوست و فردی که تماس داریم قرار گرفته بود که به هر حال به من منتقل کرد. بند دوم یا فرمان دوم که صادر شده: زندانی زیر شکنجه فریاد میزند. فریادها انقدر هولناک و دلخراش است که تصورش در این جهان ممکن نیست. زندانی را مسخره کنید، تحقیرش کنید، بر اون توف بیندازید و به او بخندید. 3. خدا حضرت زهرا آقا امام زمان در فریاد زندانی جای مناسبی دارند. این کلمات را زیر شکنجه انقدر کشیده و دردناک ادامه پیدا می کند که به پژواک هراسناکی تبدیل می شود. بزنید 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 تا که در درون خود زندانی پژواک خاموش شود. فرمان 4: بارها و بارها زندانی فریاد می زند، می گوید به مادر و پدرم ناسزا نگویید، مرا بزنید، مرا بکشید. من شما را می فهمم، اما خدا کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ چرا او را احساس نمی کنم؟ در این شرایط اگر زندانی پدر و مادر دارد، آنها را در شکنجهگاه حاضر کنید، عریان کنید. اول زندانی را بزنید تا التماس کنند، تا آنها التماس کنند و بعد آنها را مجبور کنید در حضور زندانی آمیزش جنسی کنند. زندانی را بزنید، بیشتر بزنید، او را خونین کنید. از زندانی بخواهید آنچه بازجو می‌خواهد اعتراف کند تا پدر و مادرش آزاد شوند. 5. شکنجه تعریف خاص خود دارد، اما شما به عنوان یک شکنجهگر انسان مذهبی هستید. با ظرافت خاصی شکنجه کنید. باید بدانید آنقدر بزنید که سهم مهمی در پاک کردن گناه زندانی داشته باشید. اجازه ندهید با گناه بمیرد. او را شکنجه کنید و بزنید تا پاک پاک شود. در رفتن بهشت زندانی سهیم شوید. بند 6: زندانی باید آنقدر در زیر شکنجه بماند که شدیداً وجودش مورد نفرت و تحقیر خودش باشد. روحاً از گونه شناخت خالی شود. باید او را در خودش به دار بزنید. در این حالت زندانی اراده‌ای ندارد و نمیتواند فکر کند. زندانی خوب و بد را نمیفهمد، شخصیت ندارد، بی‌هویت است. در یک چنین حالتی زندانی آدم می کشد، جاسوسی می کند، شکنجه می کند، روی مین می رود، مادر و خواهر خود تجاوز می کند و هر وقت بخواهید خود را به دار می زند. 7. در بهترین شرایط بدن زندانی را وسیله گناه و ثواب قرار دهید. بدن را با شلاق تعبیر کنید، بزنید بزنید تا از پوست و گوش عبور کند، حفره ایجاد کند، هوا به استخوان برسد. درمان نکنید جای زخم را تا آنجا که استخوان تغییر رنگ بدهد و عفونت کند. روی عفونت بزنید، فضایی ایجاد کند تا زندانی در برزخ چرک و خون یا اعتراف کند به جرم و گناه یا بمیرد. 8. من وقت دارم ادامه بدم؟ بله بفرمایید. 8.
ما وسیله‌ای هستیم برای وادار کردن زندانی اول اعتراف به جرم و بعد به گناه. برای پاک شدن از گناه زندانی را تعزیر کنید. از همان لحظه ورود به اتاق تعزیر فرصت فکر کردن ندهید. زندانی را بذارید تا قادر به جمع‌بندی افکار خود نباشد و بازجو برایش فکر کند. زندانی باید خود قربانی اعمال هولناک شکنجه شود. عمل شکنجه‌گر بارها بارها باید نسبت به اصل جرم پر از خشونت و شقاوت باشد. فیلم خودشون هم میگن پر از خشونت و شقاوت باشد. با درد و فریاد زندانی باید حس لذت در بهشت رفتن را داشته باشید که وعده خدا دروغ نیست. نو دادگاه های انقلاب خود ابزار شکنجه هستند. محکومیت زندانی را باید بازجو تعیین کند. این دادگاه فقط یک اتاق است که حاکم شهر در آن نشسته است. آنچه ما تعیین کردیم باید حاکم شهر امضا کند. کافی زندانی را در چند لحظه ببیند. گاهی وقتا همین سعادت را ندارد. در واقع حاکم شهر به جای قضاوت شکنجه و جنایت را تایید می کند. حاکم شهر اگر بخواهد خود قضاوت کند ممکن است از فرد به اصطلاح منافق کافر یک مظلوم بی پناه و در نهایت یک شهید یا قهرمان معرفی کند. حکم زندانی حق ماست نه حق قاضی شهر. حاکم شهر صلاحیت قاضی را ما تعیین می کنیم. و بالاخره ده زندانی یا منافق ملحد مرتد یا کافر باید ثابت کند که نیست و چگونگی آنها در زندان مهم است. از تمام موانع عبور کنید تا اخبار نشوید. حامله است باشد. برای رسیدن به اتحاد نطفه را بزنید. شما مالک زندانی هستید. با تمام توان حیثیت آبرو و بدن زندانی به بدن زندانی یورش کنید تا مرز انهدام او را بکشید. مهم نیست که زندانی چه چیزی از دست می دهد. حتی عامل دختر بودن و زن بودن باید ویران شود. زندانی محکوم است. برای زنده بودن باید از برزخ ما بگذرد. این ده بند از اسناد در واقع بسیار مهم نیست که دستور عمل زندان‌های جمهوری اسلامی حکومت اسلامی بوده است که در یکی از سخنان خمینی هم که در شهریور 60 میگه نهفته است. که البته الان اگر وقت هست من اون سخنم که یک پاراگرافه میتونم بخونم. اگه کوتاه هست بخونید. بعد من یه سوال دارم دکتر نقره‌کار عزیز. بگیدید. بله. ببینید اینو خمینی سال 60 میگه. حتما شنیدید ولی من یک دوری که سریع میخونم. سخنرانی ایشون در آذر ماه 60 میگه یوم الله واقعی روزی است که امیرالمومنین علیه السلام شمشیر را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت. ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله وارد می کند، یک سیلی وارد می کند، یک طوفانی وارد می کند، به این مردم شلاق می زند که آدم بشوید. امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه کند شمشیر را می کشید تا 700 نفر را یک دفعه بکشد. در حبس های ما بیشتر از این اشخاص هستند که مفسدند. اگر ما اینها را نکشیم هر یکیشان بیایند بیرون آدم میکشند، آدم نمیشوند. اینها شما علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه میروید؟ چرا آیات رحمت در قرآن میخوانید آیات قتال نمیخوانید؟ رحمت مخالف با خداست. ما خلیفه میخواهیم دست به برد حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول الله دست میبرید حد میزد رجم میکرد، همانطور که یهود بنی قریظه را چون جماعتی ناراضی بودن قتل عام کرد. اگر رسول الله فرمان داد فلان خانه را آتش بزنید یا فلان خانه را از بین ببرید حکم عد کرد. زندگی را باید قصاص با تأمین کند زیرا حمایت توده بر این قصاص خوابیده است. با چند سال زندان کار درست نمی شود. این عواطف بچگانه را کنار بگذارید. مجرم محاکمه ندارد و باید او را کش. تنها باید هویت او را ثابت کرد
و بعد او را کش. اگر زیر تعذیر جان بدهند کسی ضامن نیست. فتوای مجتهد اعلم این است. در روش فتوای کلیشی. خب دکتر نورکار الان خیلی سریع به من بفرمایید که این دوستی که از ایران فرار کرده جزء ابواب جمعی دادگستری بوده، چطور شما توانستید متوجه بشید که صحبتهایی که ایشون میکنه با حقیقت نزدیکه؟ ببینید من یکی چند تا مطالبی که از ایشون منتشر کردم بلا فاصله ایمیل دریافت کردم و یا حتی کامنتاش روی سایت اصل نو هست. کسایی که در اون دوره در زندان بودن ایمیل زدن که ما این چیزایی که ایشون داره میگه در زندان شنیدیم و گفته‌های ایشون گفته‌هاییست که میتونه درست باشه و نمونه هایی که ایشون از زندانیانی که مطرح کردن و برخیشون رو من تماس گرفتم باهاشون. بله. و نکاتی که ایشون تا به حال در رابطه با زندان ها مطرح کرده و خبرهایی رو که به من دادن و منتشر کردن تا به الان واقعیتش اینه که همشون رو من صحیح دیدم. بسیار سپاسگزارم دکتر نورکار عزیز. تا هفته دیگه که باز با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوار هستم که نوروز بتونم باز ایام نوروز با شما صحبت بکنم. پیشاپیش نوروز رو بهتون تبریک میگم تا سال آینده که باز با هم دیگه صحبت خواهیم. منم متشکرم. امیدواریم دفعات بعد دیگه صحبت‌های بهتر و خوبتری داشته باشیم. امیدوار هستم. سپاس از شما. خب همینانی گرامی، قبل از اینکه برنامه‌ام پایان بدم، فراموش نکنید که حسین مهری نازنین یکی از بهترین مترجمین مملکت ماست، یک قلم بسیار شیوا و رسایی داره. میدونید که در رادیو صدای ایران حسین مهری کار مصاحبه رو انجام میده. یه مکتب جدیدی به عقیده من مهری در مصاحبه به وجود آورده که من حداقل 47 سال در این کار سابقه دارم، متوجه میشم که چقدر کارهای دقیقیه تو این مصاحبه. من کمتر دیدم کسی در مصاحبه انقدر اشراف داشته باشه بر مسائلی که مطرح میکنه و اصولا آدمایی که انتخاب میکنه برای مصاحبه. مهری یه کتابی به عنوان 100 مقاله منتشر کرد که بسیار مورد استقبال مردم قراره. با خواهش و تمنای عده زیادی از طرفدارانش حسین مهری کتاب دیگری رو نوشته به عنوان 120 روایت که این کتاب الان آمده بیرون. این کتاب رو من خوندم، دلم میخواست فرصت داشتم و راجع به نکات اصلی این کتاب صحبت میکردم با شما، ولی کسانی که مایل هستن این کتاب رو دریافت کنن، من شماره تلفن حسین مهری نازنین رو بهتون میدم و شما میتونید بهش تلفن بکنید و این کتاب رو سفارش بدید. شماره 310-207-1969. تکرار میکنم 310-207-1969. تلفن بکنید، لذت ببرید از خوندن این کتاب و ببینید چه قلم شیوا و رسایی داره حسین مهری نازنین و تشویق کنید. این یک نمونه است که یه همکاری میکنید به حسین مهری و او رو تشویق میکنید برای کارهای آیندهش. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید همیهنان گرامی. امیدوار هستم که در نوروز با هم بار دیگر صحبت بکنیم، یعنی ابتدای نوروز. نمیدونم، ما تا دوشنبه من برنامه ندارم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.